ضمن تشکر از انتشارات حوزه مشق که در چاپ کتاب من به من کمک شایانی کردن، باید بگم که کتاب من که چه اسلاید قبلی دیدین تجربه 3-4 ساله من در تدریس زبان انگلیسی هستش که همونطور که از سرفصل و موضوعش پیداست راجع به 16 حالت زبان انگلیسی، 16 حالت افعال زبان انگلیسی صحبت میکنه. هم بخش آموزشی داره، هم بخش مثال داره که مثلا ما مور اگزمپلز برای بچه‌ها قرار دادیم که بتونن از اونها استفاده کنن، حالا هم توی اسپیکینگ هم ببینن به چه صورت زمان رو میشه استفاده کرد، و هم یه بخش تمرینی در آخر هم درس داره، یعنی 16 بخش تمرینی کوتاه یه بچه متوجه بشن که چقدر اون مهارت دست پیدا کردن. زنده این بخش تمرینی کوتاه و کوچولویی که باید هر درس هستش، ما یه بخش تمرینی بزرگتر و بلندتر و تلسونده میشن و انتهای هر زمان اصلی برای بچه ها تهیه کردیم. زمان اصلی یعنی چی؟ زمان اصلی تو همه قواعد هستش، نه فقط انگلیسی، توی فارسی و عربی و هر زبان دیگه که شما ببینید ما زمان حال گذشته و آینده رو زمان اصلی میدونیم. این سه زمان اصلی یعنی هر زمان اصلی که تمام میشه توی کتاب من ما برمی‌کنیم به یک کویز که اون کویز یه تمرین و یه تستیه برای بچه‌ها. ببینم اون زمان یعنی زمان اصلی که خودش شامل چندین درس، ممکن زمان حال 5 6 یا 7 درس باشه، تو 5 6 درس به اون مهارت کافی رسیدن یا نه. این کتاب من تاکید می‌کنم که یه کتاب تکمیلی برای بچه‌ها هستش. حالا یه مشکل بچه‌ها که میگفتن استاد ما گرامر رو باید به صورت جمع‌بندی یاد بگیریم، اینکه یهو از حال بپریم گذشته از گذشته بیایم آینده، ما رو خوب تکمیل نمی‌کنه، ما رو به اون مهارت مسئولی که می‌خوایم نمی‌رسونه. چه کار باید بکنیم؟ اومدیم این اجازه رو تهیه کردیم و انتشارات حوزه مش با کمک انتشارات حوزه مش تونستیم به چاپ برسونیمش. این مشکل بچه‌ها رو خدا رو شکر رفع کردیم. این کتاب تکمیلی گرامری خیلی بچه‌ها در کنار کتاب آموزشی خودشون می‌تونه کمک کنه و مؤثر واقع بشه اگه به صورت درستی ازش استفاده بشه و تمرینش حل بشه. در انتها تشکر ویژه‌ای دارم از خانم محمدی معاونت انتشارات حوزه مش که تو این چند وقت من هم اذیتشون کردم، از تجربیاتشون بسیار بهره مند شدم و به من کمک کردم، و خود انتشارات حوزه مش که من تونستم کتابم رو باهاش به چاپ برسونم.